به نام خدا. سلام. در بحث سهمی و معادله درجه دوم هی میگیم که مختصات رأس سهمی، مختصات رأس سهمی. در این ویدیو میخوام براتون مختصات رأس سهمی رو اثبات بکنم که چجوری ما به این میرسیم و از طریق این مختصات رأس سهمی رو پیدا میکنیم. ما در بحث سهمی ها میگیم که اگر سهمی رو به بالا باشه یعنی آ مثبت هستش و سهمی رو به پایین یعنی آ منفی هستش و این نقطه نقطه ماکسیموم هستش و این نقطه هم نقطه مینیموم هستش که بهش میگیم رأس سهمی. حالا من با اس نشونش میدم. میخوام براتون اثبات بکنم این رو. ما معادله‌ای که داریم وای برابر هستش با A X دو به اضافه B X به اضافه C، درسته؟ بحث تا به درجه دو اینو داریم دیگه. پس یه دونه من اینجا تقسیم بر A میزنم، این رو میشه Y A اوم مساوی X دو به اضافه B A اوم به اضافه C A اوم و این سی آوم رو میارم این طرف مساوی که میشه وای آوم منهای سی آوم برابر هستش با ایکس دوی به اضافه بی آوم ایکس. من اینجا از روش مربع کامل کردن استفاده میکنم به این صورت بود که میگفتیم ضریب ایکسی که داریم رو تقسیم بر دو میکنیم و به توان دو میرسونیم. پس من به دو طرف یه دونه چیو اضافه میکنم؟ بی تقسیم بر دو آ به توان دو مساویه بی دو تقسیم بر چهار آ دو رو به دو طرف اضافه میکنم. پس از اینجا به دست میارم وای آ اوم منهای سی آ اوم به اضافه بی دو تقسیم بر چهار آ دو برابر هستش با ایکس دوی به اضافه بی آ اوم ایکس به اضافه بی دو تقسیم بر چهار آ دو. به دو طرف اضافه کردم، اینا با هم خونسا میشن. اولا انگار کار خاصی رو انجام ندادیم، چیز خاصی رو به جملاتمون اضافه نکردیم، چون این دوتا با هم ساده میشن. اما این به من یه کمک اینجا میکنه که من میام این دوتا رو با هم مخرج مشترک میگیرم، این میشه وای آ اوم به اضافه مخرج مشترک رو چهار آ دو میگیرم، پس میشه منفی چهار آ سی به اضافه بی دو مساویه. اینم که میبینید اتحاد اول هستش، یعنی مینویسم ایکس به اضافه بی تقسیم بر دو آ به توان دو، ایکس به اضافه بی به دو آ به توان دو. ببینید اولی به توان دو به اضافه دو برابر اولی در دومی این میشه و دومی به توان دو هم این میشه. خب پس من اینو پیدا کردم. حالا اثبات مختصات رأس سهمی رو گفتیم که میخوایم از روی این انجامش بدیم. ببینید الان من اینجا میام جملات خودم رو برابر صفر میذارم، پس از اینجا x به اضافه b تقسیم بر 2a مساوی صفر و y a اوم به اضافه اینم که دلتا هستش دیگه، همون دلتای خودمون هستش، نمیشه دلتا تقسیم بر 4 آ 2 برابر 0. از اونجا به دست میارم x برابر استش با منفی b تقسیم بر 2 آ و از اینجا به دست میارم y آ اوم برابر هستش با منفی دلتا تقسیم بر 4 آ 2. یه آ ساده میشه از مخرج
وای برابر استش با منفی دلتا تقسیم بر 4 آ، یعنی مختصات رأس سهمی ما هستش منفی بی تقسیم بر 2 آ و منفی دلتا تقسیم بر 4 آ. اثبات کردیم که مختصات رأس سهمی رو به این صورت میتونیم پیداش بکنیم. اینم روش اثباتش که براتون توضیح دادم. این از روش اول. من به یک روش دیگه هم میتونم اینو اثبات بکنم. از چه ترکیب؟ ببین اینجا ما رأس سهمی که داریم خط مماسش یه خط راست موازی محور X ها هستش، در حالت مینیموم هم همینطور. اصطلاحا میگیم که اینجا Y پریم برابر صفره، یعنی مشتق برابر صفره. خب پس من بیام مشتق رو پیدا بکنم. داشتیم Y برابر استش با AX2 به اضافه BX به اضافه C. Y که یه عدد ثابته، مشتق میگیرم برابر صفر میشه، پس Y پریم برابر صفر مساویه. مشتق گرفتن چجوریه؟ مثلا میگفتیم که Y برابر استش با 3X2 به اضافه 2X، میگفتیم که Y پرایم برابر میشه با 6X به اضافه 2. توان رو میدادیم بغل، یه دونه از توان کم میکردیم. اینجا توان یکه، میدم بغل میشه 2، یه دونه کم میکنم میشه X به توان 0، X به توان 0 میشه 1. پس اینجا میشه 2 A X به توان 1 به اضافه B برابر 0 گفتم. پس 2 A X به اضافه B مساوی 0. از اینجا میگم که 2 A X برابر هستش با منفی B و X برابر هستش با منفی B تقسیم بر 2 A. حالا همین رو اگر ببریم در اینجا قرار بدیم، وای رو هم باید به دست بیاریم، منفی دلتا تقسیم بر 4 آ، منفی دلتا تقسیم بر 4 آ، همون چیزی که اینجا خواهیم داشت. پس در نتیجه سهمی ما ممکنه که رو به پایین باشه کاسش که ضریب آ منفیه، ممکنه که کاسه رو به بالا باشه ضریب آ مثبته. در این صورت ما میگیم که مینیموم هستش، در اینجا میگیم که این نقطه نقطه ماکسیموم هستش، یک ماکسیموم مطلق برای کل این بازمون هستش، یک مینیموم مطلق برای کل این بازمون هستش. پس اینم یک روش دیگه‌ای که من تونستم این رو به وسیله مشتق گرفتن اثبات بکنم و استدلالم هم این بود که Y پریم اینجا برابر صفره. از روی اون اومدم مشتق گرفتم و مختصات رأس سهمی رو پیدا کردم. خب اینم یه روش دیگه بود. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و خوب یاد گرفته باشید. نظری، پیشنهادی، انتقادی یا برای مطالب دیگه اگه دوست داشتید ویدیو بسازم برام در کامنت ها بنویسید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما.